ایمان محمدی، جوانی که برای آرزوهایش جان داد. اینجا اسلام آباد غرب، پایتخت جنگل‌های بلوط ایران است. شهری در پای کوه‌های دلاغو. من ایمان محمدی 8 مهر 1368 در اینجا به دنیا آمدم. تا دیپلم بیشتر درس نخوندم و شغلم کارگری بود. تلاش میکردم با زحمت و عرق جبین کمک کار تأمین خرج خانواده پرجمعیتم باشم. ما 2 برادر بودیم و 4 خواهر که با مادرمون در این شهر زندگی میکردیم. علیرغم ظاهر ساکتم و مشکلاتی که مثل همه جوانای شهرمون تو زندگی داشتم، ولی اهل شادی بودم و تو مراسم با رقصیدن تلاش میکردم همه رو شاد کنم. نه ترس بودم، اما ادعایی نداشتم. من آدم پولداری نبودم، ولی همیشه لباسای شیک می‌پوشیدم. مرگ حکومتی و مظلومانه مهسا امینی برای منم مثل همه جوانای کرد سخت و سنگین بود. روز 30 شهریور بود که بغض ما جوانای اسلام آبادم علیه این حکومت آدمکش فوران کرد. ما شعار میدادیم و خیابونا رو تسخیر کرده بودیم. کیوسک نیروی جنایتکار انتظامی با نیروهای آزاد شده ما جوانا در خیابونای آزاد شده شهر واژگون شد. ما به طرف فرمانداری حرکت کردیم. حضوران حکومت که در پشت بام ساختمان فرمانداری مستقر بودند، به سمت ما شلیک کردند. یک گلوله کلاشینکوف از کتف راستم وارد شد و در قسمت قفسه سینم فرو نشست. خونریزی داخلی زیادی داشت، اما بدنم قوی بود و مقاومت کرد. 2 جوان با موتور منو به بیمارستان رسوندن، اما من به خاطر خونریزی زیاد در بیمارستان شهید شدم. پیکرم رو به سردخونه دادن. مزدوران اطلاعات جنازم رو بردن به پزشک قانونی کرمانشاه و تا 6 روز به خانواده‌ام تحویل ندادن. روز 5 مهر 1401 خانواده‌ام رو مجبور کردن که سکوت کنن تا جنازم رو بدن و عاقبت بعد از 1 هفته پیکرم در آرامستان اسلام آباد به خاک سپرده شد. من خیلی آرزوها داشتم که با خودم زیر خاک بردم. دلم میخواست خانواده تشکیل بدم، ماشین بخرم و صدها آرزوی دیگه. اما من میدونستم که تا این حکومت غارتگر هست هرگز به این آرزوها نخواهم رسید. برای همین بود که من برای آینده‌ای بهتر، آینده‌ای که جوونا به آرزوهاشون برسند، به قیام پیوستم و جونم رو فدا کردم. من در فردای آزادی و در محقق شدن آرزوهای شما جوونا زنده خواهم